دوباره خوش آمدید بیننده آماج از تلویزیون یک هستید. نوبت نظریات شماست. شما میتونین زنگ بزنین و نظر خود را بیان کنین. همچنان صفحه فیسبوک آماج را زیاد نبرین. صفحه فیسبوک آماج در خدمت شماست. شما میتونین نظریات خود را از طرف روز بنویسین که ما در برنامه نظریات شما را به خوانش بگیریم. و اولین نظر روی صفحه فیسبوک، البته اولین نظر وایس گذاشته که به حروف انگلیسی است و بعد دنبالش بکتاش بهار نوشته میکنه تا مملگر نباشند رسیدن به این مقام کار آسان نیست. نمیفهم منظورش چی بوده روی صفحه فیسبوک. بعدا زرمینه جاجی نوشته میکنه که به نظر من یک مشوره غلط دیگر از طرف مشاورین حاکم بود تا کمیسیون انتخابات را مجبور سازند که افراد مورد نظرشان را در ولسی جرگه معرفی نماید. همه ایوها و تر ریزی ها ارزش آن را دارد. کمیسیون انتخابات اگر کدام تغییر بیاورد سخت اشتباه میکند و فریب میخورد. محمد ریاض از هرات، سلام بر شما. سلام برادر قند. متاسفانه تماسشان قطع شد. عوض از هرات بودند. سعید سعادت داشته میکنه، بنده فکر میکنم پشت آب رفته بیل گرفتن غلط است و فرمان آقای کرزی به نظر بنده درست است. چند روز بعد دیگر انتخابات می رسد، باید در فکر آن بود که جفا به حق مردم نشود و اگر پشت انتخابات های گذشته تصمیم می گیریم این کار درست نخواهد بود و نتیجه هم نخواهد داد. به جای آن که وقتشان را دولت را در این قسمت ضایع کنند، پس چه وقت خدمت مردم را می کنند و به وطن و به ملت می رسند. شما می دانید که دشمن در زیر گلوی ما رسیده است. در این قسمت کمال از کابل روی خط تلفن است. سلام بر شما، بفرمایید نظر خود را بیان کنین. کمی بلندتر اگر صحبت کنین دوست عزیز. صدای شما را خوب نداریم آقای کمال. مشتم سیلان دوست. بله بفرمایید. سلام های خود طریقی شما و تمام مردم افغانستان تقدیم میکنم، بلخصوص به برنامه شما که فیلان میبینن. نظرم در ارتباط به مسئله که شما بیشتر بحث داشتین، حالت که فیلان قرار داریم ما 62 وکیل اگر بیایه چی خواهد شد؟ هیچ نتیجی نداره و حالی که هست وکالایی که فیلن در پارلمان از دیدگاه من بهتر است که یا کار خود پیش بره. اگر یا وطن دوست هستن خب بگذارن یا کار بکنن و به زمینه فراهم نسازن که جور جنجال سیاسی بعد برسه که در پارلمان خانه ملت هست. در خانه ملت هنوز هم صبر ندارن. سپاس از نظرتان. و باز هم بقیه نظر سعادت می نویسه که دشمن زیر گلوی ما رسیده است. بجای این که تدبیر گرفته شود درباره اش، مگر فقط مردم در فکر چوکی است نه در فکر خدمت. هر کس می خواهد که در چوکی دولتی یک خواب داشته باشد. اگر کسی با واقعیت می خواهد خدمت کند، از هر راه می تواند به وطن خدمت کند. نظر از هر را به وطن میتواند خدمت کند. این افراد که جلسهشان هیچ خلاصی ندارد، هدفشان این است که پول را که در انتخابات مصرف کرده اند باید دو چند و یا سه چند آن را به دست بیاورند و بس. محمد عوض محقق از هرات، سلام بر شما. سلام برادر خان به شما و همکارای عزیز شما. سپاس، بفرمایید نظر خود را بیان بکنید. برادر خان، من خواستم اول به وکلای محترم پارلمان فقط اگر صدای من میشنوند بگم که شما اول وقت برم که آقای معنوی چی فیصله میکنه. یه چیز واضح اگر فیصله بکنه که به نفع وکلای بازنده باشه، بیمانه که خود با مجازت نداره، خود به زندان میبره. پس اینا وقت این هست که باید اینا قبول کنن، لاقل یک کم تعمل کنن که چی فیصله میکنه آقای معنوی. سپاس. آقای معنوی فیصله بکنه که به مخالف وکلا پارلمان باشه، پس دست خوب کر بسته میکنه، پس دی جنوان همی فیصله نخواد بکنه. سپاس، تشکر از نظر شما. تشکر، نظر شما را شنیدیم. باز هم روی صفحه فیسبوک فهیم سلام روان میکنه خدمت ما و چیز دیگه نمی نویسه و
محمد شفیق لطیفی می نویسه رئیس دولت صلاحیت خود را ندارد یک شخص را به خاطر خدمت به وطن سوگند خورده و رئیس دولت شده است تا به مردمش خدمت کند. او گنون ضعف‌های بزرگ آقای کرزی را می‌بینیم. آقای کرزی در مورد نهادسازی مسئله انتخابات نهادی نتمن باشه هدفشون باید ماها پیش فکر می‌کرد که اگر این کار را نکرد که چنین نشد. این رئیس کمیسیون یک دولت جداگانه خودش را تشکیل داده، این کار را نه دولت می کند و نه رئیس جمهور رئیس و نه رئیس دولت. رئیس دولت آقای کرزی ما و شما رای داده که این گونه دولتداری را پیش بگیریم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کارشان شک دارم. البته یک بحث پراگنده هم بود، نمیفهمم مشخصا هدفشون چی بود. محمد عباس از کابل سلام بر شما، بفرمایید نظر خود را بیان بکنین. آقای عباس سید عباس است. سید عباس بفرمایید. آقای سید عباس، من از لابلای خبرهای رسانه ها پیشنیدیم امی حرکت ها و اصلاملای ارگان های مختلف راجع به مسئله انتخابات رفتن وکیلا در پارلمان یا بیرون شدن چی یک نوع به نظر من یک نوع ملک الطوایفی را نشان میده. از جانب کی ملک الطوایفی ایجاد شده؟ از نگاه از این که هر ارگان خودش پیش از این که هنوز معلوم نیست و نتیجه نهایی اعلام نشده، رئیس جمهور در راست دولت قرار داره، رئیس قانونی و رئیس جمهور منتخب افغانستان و هر ارگان خودش پیش از پیشی یک نوع با فکر میکنم که یکی به ضد دیگر جبه گرفتن و در شعبات دولتی یک ریاست جمهوری که خودش رئیس جمهور به آزاره دولت شناخته شده است که یک نوع خودسری و بغاوت نشان میده. اینال من نمی فهم اگه این رئیس های جمهور خودش ادایت داده باشه که تو شوخ و به هر صورت اگر خود رئیس جمهور خبر نباشه این ارگان ها چطور میتونم پیش از پیش هنوز مسئله تا نهایی نشده و این از هان مردم هم مخشوش بسازن یک عرج و مرج و ناامیدی و سراسیمگی برای ملت بیچاره افغانستان خلق میکنن. تشکر از نظرتان. خواهش میکنم. لقمان محمد می نویسه بله من فکر می کنم که در این فرمان من موافق هستم، به خاطر که این فرمان روی یک سند و تصویب فرمان دارد. حالا ببینید که زمانی که مجموعه آرای کاندیدا به حساب شد، کسانی که در اکثریت قرار داشتند آنها به عقب می روند و کسانی که در اقلیت قرار داشتند به نهایی رفتند. کسانی که در کمپاین خود بهتر مصرف کردند آنها به عقب رفتند. فرمان آنها کاملا درست است، یعنی حتما صحبتشان منظورشان است. کاندیدای معترض باید از آن حمایت کنند. به غیر از آنها که از پارلمان خلاص شدند باز هم دارای کار هستند. البته نظر لقمان محمد بود. سید عبدالعادی از هرات. آقای عادی سلام بر شما، موضوع برنامه را خو میدانین. آیا فرمان رئیس جمهور قانونی است و آیا فرمان رئیس جمهور تشنج ها و مشکلات افغانستان را رفع خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما تقدیم میکنم. به ارتباط همین موضوع تشنجی که به وجود آمده، این خب فعلا تشنج به وجود نمانده، قبلا به وجود آمده. از تمام دنیا مردم افغانستان هم می فهمون که در انتخابات تخلف شده. بالاخره موضوعات پای دیگه مراجع هم کشیده شده بود به شکل عوشبان. حالا شما چی فکر میکنین؟ فرمان رئیس جمهور میتونه مشکل انتخابات افغانستان حل بکنه؟ فرمان رئیس جمهور موضوع راجع ساخته پس به کمیسیون انتخابات. کمیسیون انتخابات نواقص داشته، همه میدانن، خود کمیسیون هم میدانه، قبول داره که ما نواقص داشتیم.
این کمیسیون است که باید عادلانه بعد از این عادلانه قضاوت کنه. سپاس. یعنی حق رای مردم رو تلف نکنه، باید شکلی باشه که نمایندای واقعی مردم داخل از این پارلمان دارن. امروز تمام نمایندایی که میبینید واقعا به خاطر منافع شخصی خود میبینید دست و چی کارهای میزنن. تشکر از نظر شما. تشکر، نظر شما را گرفتیم. و شراره همایون کاظم نوشته می کند: درود. به نظر من چون در قانون اساسی کشور چنین چیزی که رئیس جمهور مستقیما انتخابات را اعلام نماید نیامده و تا اندازه به کمیسیون انتخابات هم مربوط است و امید بین اشخاص اندک فاصله صورت گرفته، رضایت و استعداد چوکی اشخاص هم در نظر گرفته شده و پایان بخش این تشنج ها باشد. خب رحمانی نوشته میکنه که کدام نظری ندارم، و خیبر تنها نوشته میکنه که I don't know maybe، البته به انگلیسی نوشته کرده. تشکر از شما که تا حال برنامه را دنبال کردین. همکارانم میگن که وقت برنامه به پایان رسیده. شب و روز خوشی داشته باشید. تا فردا شب که با یک آماج دیگر در خدمت شما میباشم. خدا نگهدار.